دل نمیدم به هفت سین، برای این که به ویژه وقتی که میگن که یک دوست من میاد میگه که کتاب رو چه کتابی سر هفت سین بذاریم، مادر زن من میگه که مذهبیه میگه قرآن بذاریم، پدر زنم خیلی ملیه میگه شاهنامه بذاریم، بابای خودم اهل حاله میگه حافظ بذاریم، برادر زنم شکموه میگه کتاب آشپزی خانم رضا منتظمی. خلاصه بعد من میبینم که خیلی بده که ما بالاخره یه مصرف برای کتاب پیدا کردیم و میگم آقا کتاب رو باید در طول سال خون، همونطور که سنجد رو باید در طول سال خورد. اینا برای مصرف نوروزی نیست و از همه بدتر که من این ماهیای بدبخت رو میبینم که توی این تنگا و توی این فروشگاه به چه وزاریاتی. آقای فلاحتی، نوروز که ما میشه، نوروز ما که میشه، این ماهی ها در همه جایی که ایرانی ها هستن، حالا تمام دنیا عزا میگیرن، یه اینا ملت غریبی هستن، ایدشون که میشه کوچکار میذارن، کوچکای ما رو میذارن توی تنگ، بزرگامون هم میذارن لای سبزی پلو میخورن. نوروز ما مثل که نوروز زده ماهی هستش، ولی به هر حال همه اونهایی که میگذارن این کارا رو میکنن خوب کاره میکنن، ولی اون سبز سبز کردن زیباترین بخش سبزی سبزین نوروزی ماست. و اون که چه کتابی رو بذاریم، به رفیقم میگم آقا کتاب صادق هدایت هم میتونی بذاری، با سین شروع بشه بهتره. بعد میگه زنده بگو رو بذارم، میگه زنده بگو، میگم با سین شروع بشه، گفتم سگ ولگرد رو بذار، سه قطر خون رو بذار. به هر حال من هفت سین رو همسرم هر سال میچینه و من کاری که میکنم و معمولا شب تولدم هم از چیزی بهم نمیگن، آقای فلاحتی سمنوه رو میخورمش قبل از اینکه سال تحویل بشه. خیلی خوشمزه. آقای خورسندی، ببینین ما عیدیمون رو اول برنامه ازتون گرفتیم. عیدی گرفتن یکی از مهمترین، شاید مهمترین کارهای نوروزیه، به ویژه برای کوچکترها که بزرگترهایی دارن. بهترین عیدی که گرفتین چی بوده اگه میتونین بگین؟ من بهترین عیدی هنوز میتونم بگم نگرفتم. بذارین این حکایت رو بگم که اون بابایی بود که هر روز میرفت سر بساط روزنامه فروشه و روزنامه رو بند داشت، همون صفحه اولش نگاه میکرد و پرت میکرد اون بر و نمیخرید. یه روز این روزنامه فروشگاه، آقا تو چرا هی میای میری روزنامه رو نمیخری؟ یه نگاه میکنی میره، گفت برای اینکه من دنبال یه آگهی فوت، یک اعلان ترحیم و درگذشت میگردم. گفت خب اون که صفحه اول روزنامه نمیذارن که اعلان درگذشت رو. گفت نه، اون اعلام در گذشتی که من دنبالش میگردم میذارم صفحه اول و من منتظر اونم، من منتظر اون ایدی هستم که روزنامه بنویسن تمام زندانیان سیاسی ما آزاد شدن. به اون ایدی تا وقتی نرسه من هرگز ایدم آنچنان که باید خجسته نخواهد بود. یا به قول اسماعیل خویی، تا وقتی که حتی یک زندانی سیاسی توی دنیا هست میشه گفت که آزادی وجود نداره.